بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نخفي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحح أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا رب چنانكم كره حق پويم، در راه حقيقت روم و حق جويم. از لغزش و از خطا نگه دار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. یا رب تو مرا سوی حق راه نما، یا رب تو مرا به سوی حق راه نما، بر کسب رضای خود هوا خواه نما. آگه نیم سود و زیانم در چیست، بر سود و زیان مرا تو آگاه نما. با حمد و سپاس و ثنای بی حد مر خدای عزوجل را، و با درود بی پایان به فرستادش بر خاتم الانبیا علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، که حجت بر روی زمین با او تمام شده. بعد از او نه امامی حجت است و نه امامزاده ای، نه پیری و نه پاتالی. حجت خداوند با رسولان تمام شده. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. و با درود بر یاران و پیروان و اهل بیت و عترت طاهره و همسران پاک دامنش که به کتابش چنگ زدن، به عقیدش ایمان آوردن، به شریعتش عمل کردن و با فدا کردن جان و مال خود در راه او مورد رضای خداوند قرار گرفتند، تا حدی که خداوند از یاران محمد برای ابدالآباد اعلان رضایت کرد و بنها بهشت جاودانه وعده داد و از همه مؤمنان در طول تاریخ، از اهل بیت و غیر اهل بیت، خواست که اگر بخواهند مورد رضای خداوند قرار بگیرند، بعد از محمد از اصحاب محمد پیروی کنند. و اتبعوهم به احسان. و نفرین خدا بر اون باندهای مخربی باد که برای خود معصوم تراشیدند، با معصوم تراشی هایشون 14 نفر و 12 نفر رو خدا کردن و همه شر اسلامی را و امت اسلامی را به باد استهزا گرفتن.
خداوند به ما توفیق بدهد که ملت ما را که غرق در مرداب این هاست بتونیم با نور قرآن، با نور توحید آشنا کنیم، اونها را از این ضلالت و گمراهی ها بیرون بیاریم. ای خدایا ما را هدایت کن و به وسیله ما دیگران را هدایت کن. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و مصطفیان، از خداوند متعال تقاضا دارم در این ساعتی را که انشاءالله در این 4 ساعت آینده را که انشاءالله در خدمتون خواهم بود، آنچه را که مورد رضای اوست و برای اصلاح قلوب و اندیشه و آرا و افکار و رفتار و خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنویند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند رسیدیم به آیه 143 از یا 142 از سوره انعام. تلاوتش را بشنویم و بعد از اون انشاءالله ترجمه شعری و تفسیرش را. باست تلاوت تلاوتش مثل که مشکل پیدا کرد. گاه گاهی مشکل تلاوت پیش میاد، نمیدونم چرا، از سایت یا از ناله. خب بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الانعام حمولة و فرشا کلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. پس این دام ها را به چنگ آورید، سواری بگیرید و هر سو برید، ز رزقی که ایزد شما را بداد خورید و خدا را نمایید یاد. رزق که میخورید یاد خدا باشید، یاد بشر نباشید. بشر این رزق به شما نداده، این رزقا رو نه حسین به شما داده، نه علی، نه کسی دیگه، نه عیسی، نه موسی، هیچ کسی. همه اونها خود رزق میخوردن، رزق خدا رو میخوردن. از اغوا شیطان گم کرده راه اطاعت نورزید خود هیچگاه. یعنی وقتی در رزقها رو روزیها رو به غیر خدا نسبت میدید، این اغوای شیطانه. همه این آخوندهایی که میگن به برکت امام زمان و امام زمان ولی نعمت ماست، اینا اغوای شیطانه. از اغوای شیطان گم کرده راه اطاعت نورزید خود هیچگاه، که ابلیس باشد شما را عدو، خصومت کند آشکارا همو. عدو آشکاریه، عدو مبینیه. خداوند ما شما رو از این عدو آشکار نجات بدهد.
إن معطوف بر آیه سابقه و من الانعام، یعنی یاد بیاورید نعمتهای خدا را بر خودتون. در آثار هست که خداوند که داود علیه السلام گفت که ای پروردگارا کدوم یک از بندگانت پیش تو محبوب تره تا به خاطر دوستی تو او رو دوست داشته باشم. گفت که ای داود محبوب ترین بنده من انسان پاک دله، دلش پاکه و دستش پاکه و بر کسی بدی نمی کنه، سخن چینی نمی کنه، کوها می لغزند و او نمی لغزه. احبنی و احب من یحبنی و حببنی الى عبادی، مرا دوست داره و مرا پیش بندگانم محبوب می کنه و مرا دوست داره، دوستان مرا دوست داره و پیش بندگان مرا محبوب میکنه. داود گفت که پروردگارا تو میدانید که من تو را دوست دارم و کسانی که تو را دوست دارند من اونها را دوست دارم، لیکن چطور تو را پیش بندگانت محبوب کنم؟ دوستیت را چطوری بین آنها منتشر کنم؟ فرمود ذکرهم به آلائی و بلائی و نعمائی، اونها رو به یادآوری کن به احسان من، به ابتلاعات من، به نعمتهای من. اینو ابن عساکر از حضرت ابن عباس نقل میکنه. یعنی اونها رو بندگان مرا به احسانم یادآوری کن تا تعظیمم کنند، تا تعظیم من در دلشون باشه. به نعمت هم یادآوریشون کن تا مرا دوست داشته باشن. به ابتلاعاتم و بلاهایم یادآوریشون کن تا از من بترسن. ولذا در دل مؤمن هم تعظیم خدا و هم ترس از خدا و هم محبت خدا یک جا جمعه. تعظیم خداوند در سوره حاقه میخونیم، الحاقه، انه کان لا یؤمن بالله العظیم. این به خدا ایمان داشت لیکن به عظمت خدا ایمان نداشت. شما اگر همه مذاهب اهل بدعت و اهل زلالت و فرقه های زاله که مادر این فرقه های زاله تشیع هستش، همجور صافت به شما بگم تا دین خودم را ادا کرده باشم روز قیامت مسئول نباشم، مادر این فرقه های زاله تشیعه. عظمت رو به که داده؟ شما هر شیعه رو نگاه کنی امام از خدا عظیمتر میدونه، همه چیز از امام میخواد. فرهنگ خداشناسی درشون جایی نداره، اما امام عمرای هستی هست. عمرای هستی کی هست؟ امام ها هستن. امارات از خداوند گرفتن، عظمت خدا رو گرفتن، دادن به بت‌های مجهولی که هرگز وجود نداشتن. به این معنی که امام نبودن، نه که وجود نداشتن غیر از امام زمانشون، بقیه وجود داشتن، لیکن عظمت خدا رو گرفتن و به اینا دادن. مثل همه مشرکان تاریخ، مگه مسیح پرستان چه شرکی ورزیدن؟ عظمت خدا رو گرفتن دادن به مسیح علیه السلام، چنان غلو کردن. ببین یهودیان چنان غلو کردن دربارش که حضرت عیسی آن مرد پاک و صالح را، اون مسلمان و موحد را حرامزاده نامیدن، نعوذ بالله، خاکم بدهن. اینها چنان غلو کردند که او را خدا نامیدن. شیعیان این غلو ها را از دیگران به ارث بردن. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، در سوره احزاب میکنیم. منافق خدا رو یاد میکنه لیکن یادش اندکه. باز همین رو شما نگاه کنید، الان تعارف نکنیم، علی پرستان، امام پرستان، اینا خدا رو یاد میکنند یا امام هاشون رو یاد میکنند؟ شما یه دفعه از چیه میشنوید یا الله کمکم کن، همش امام. و شیطان همچی ایمانی میخواد. این عدو آشکار این طوریه که مردم رو شکار میکنه.
منافق یاد خدا میکنه، لیکن خداوند در چی تاکید میکنه؟ ذکرم کثیرا، ذکر فراوان، شب روز یادش خدا باشه، همیشه یادش خدا باشه. اونجا در آیه قبلی انه کان لا یؤمن بالله العظیم، به عظمت خداوند ایمان نداشت، به خدا ایمان داشت. ذکرهم به آلائی که یعظمونی، اونها را به احسان من، به نعمتهای من تذکر بده تا تعظیمم کنند، و به نعمتهام تذکر بده تا مرا دوست داشته باشند. شما وقتی بدونید که همه نعمتات از خدا، از خدایته، به دوستش خواهید داد. اما نه، فکر کنی این از به امامه، یکی بر جواد، یکی بر تقیه، یکی بر نقیه، یکی بر اینا رو دوست خواهی داشت. اینا چرا خوشم به این قبرا میمالن، می قبرا رو میلیسن؟ بلکه فکر میکنن اینا همه کارن. وصیت درست برای مؤمن اینه که به همون اندازه که خدا را تعظیم میکنه، به همون اندازه هم ازش میترسه، به همون اندازه که دوستش داره، به همون اندازه تعظیمش میکنه، به خاطر احسانش، به خاطر نعمتهاش، و همون اندازه هم ازش بیم داره به خاطر مصیبتهاش. در حدیث شریفی که امام ترمذی و امام حاکم نقل میکنند از حضرت ابن عباس، احب الله لما یغذوکم به من نعمه، خدا را به خاطر اون نعمتهایی که به شما میده دوست داشته باشید. بیمن شما هر روز صبح یک زندگی جدید رو آغاز میکنید. انسان وقتی از صبح بیدار شد، صحیح سالم، قدرتش درش هست، چشمش، گوشش، خانهش، همسرش، فرزندانش، قوت لایموتی را که خرج روزانش باشه داره، خداوند بشه یک کسبی داده، کار میکنه، اینا نعمت های بزرگیه. آدم از یاد خدا شکر خدا بکنه. برازه همیشه انسان مثبت نگر باشه، اون چرا که داره ذکر کنه، اون چرا که نداره یاد نکنه. انسان موفق، انسان خوشبین، مؤمن درست همیشه اون چرا که داره شکرش میکنه، یادش میاره و سپاسش میگذاره. ولذا ولین شکرتم لازیدن نکن. خداوند در سوره ابراهیم آیه 7 میفرماید اگر سپاسگزار باشید، یعنی اون چرا که به شما داده ام، لازیدن نکن، بیشتر از این به شما اکرام خواهم کرد. بعضی افراد متاسفانه سیاه بینند، بد بینند، متشائمان، همیشه حرفشون از نواقصشونه. همه نعمتهایی که خداوند بهشون داده، صحت، از عافیت، از زن، از فرزند، از خانه، از امنیت در کشور خودشون، بهش اهمیت نمیدن. این، ببخشید از این کلمه، این از پستی انسانه که خوبی ها رو در نظر نگیره و همیشه بدی ها رو ظاهر کنه. اما پیامبر اکرم علیه السلام همیشه نعمت ها، هرچند که ریز، هرچند که ناچیز هم می بود، نعمت ها رو یاد می کرد. تصور فرمایید وقتی داخل حمام می شد، می اومد از حمام بیرون، چی می فرمود؟ الحمدلله الذی اذاقنی لذته، سپاس خدایی را که لذت غذا رو به من چشون، و ابقا فی قوته، و قدرت غذا رو، نیروی غذا رو در من گذاشت، و دفع عنی اذاه، و اذاه رو از من دفع کرد. از من مقصود نیست که فضلات و یا زوائد و اینو ابن سنی و طبرانی و ابو داود و ترمذی و ابن ماجه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نقل میکنن. شما نگاه کنید بعضی انسان ها برین بیمارستان، زندگیشون با سرمه، چقدر سخته. اما شما خداوند این نعمت رو به داده، غذا رو میچشید، از این غذا تقویت میشید،
فضلات خارج میشه به سادگی، بدون جراحی، بدون هیچ مشکلی. این همش نعمته. پیامبر اکرم علیه الصلاة والسلام وقتی که از خواب بیدار می شدن می فرمود الحمد لله الذي رد الی نفسی. اینو ابن سنی از جابر نقل میکنه. و اذن لی به ذکره و عافنی فی بدنه. سپاس خدایی را که نفسم را به من بازگردون. یعنی چی؟ یعنی زندگی جدید به من داد و بدنم را سالم نگه داشت. اینو ابو داود نقل میکنه. و این که شما مثلا رفتی وضو گرفتید، بازگشتی به اتاقید، نماز فجر خوندید، بلند میشید، مینشینید، رکوع، سجود، اینا همش نعمته. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگه یک نعمت خدا رو بشمارید نمیتونید بشماریدش. همچنان در سوره ابراهیم آیه 34، یعنی اگه همه عمرت را برید برکت یک نعمت رو سرشماری کنید نمیتونید. نعمت چشمو، نعمت مغزو، نعمت عقلو، نعمت قلبو. آقا میره متخصص قلب میشه یک عمر. خب وقتی انسان از شمردن برکت های یک نعمت عاجز باشه، این که از همه نعمت ها شکر همه نعمت ها عاجز باشه، اون باب اولاه. و من الانعام حموله، از چارپایان برای شما اینا رو مسخر که برای شما، برای حمل اساسی های شما، شطوره برای حمل استفادهش میکردن. و هنوز اون موقع برای نقل خیمه اساس، نیازهای انسان، ظرف و ظروف. الان همه اینها رو با ماشین. خب این سوخت مایعی را که در ماشین هست به نام بنزین، که این قدرت رو که بهش داده؟ به عنوان مثال شما یه ماشین رو در سربالایی بذارید، یه متر میتونه هولش بدی؟ ماشینی که وزن 2 تن مثلا، نه یه نفر، نه 10 نفر حتی. و همین ماشین با بنزین چه قدرتی خدا من درش نهاده؟ 10 نفر، 5 نفر هم سوارشن، ماشاءالله راحت میره بالا. این قدرت رو در این سوخت کی قرار داده؟ خداوند عز و جل. و این تریلی که مثلا 20 تن حملشه، محمولشه، با این در این سربالایی چطوری قدرت داره میره؟ اگه انسان نمیتونه. و بعد و یخلق ما را تعلمون، خداوند چیزایی خلق میکنه. این هر قیه اومده 1400 سال قبل، خداوند چیزی رو خلق میکنه که شما نمیدونید. پس و من الانعام حمولتا و فرشا، شما از چارپایان برای حمل استفاده میکنید و برای فرش خونهاتون. یعنی چی؟ یعنی اساسیاتون از پشم، از موی گوسفند، از موی شطور، و ازشون اساس دیگه درست میکنید، خیمه درست میکنید. امروزه در صنعت، همه صنعتی که هستش، مصادر طبیعیه. لباس ها اکثرا یا از پنبه یا از پشم. خداوند از عزوجل اینجا میگه که این چارپایان رو من برای شما مسخر کردم. وقتی که جنون گاوی شروع شد، کی میتونست نزدیک اینا بره؟ نزدیک گاو دیوانه شده بره؟ یه شخصی یه گاوی داشت، شخص اول رو کشت، دوم رو کشت، ناچار شد که با تیر بکشدش. کیه که این گاو به این قدرت رو مسخر کرده؟ یه بچه مهارش میکنه میره. اما عقرب مسخر نیست،
بمجرد که ببینید 10 متر میپرید. چرا؟ ماره همچنین، اما گوسفند مسخره، گاو مسخره، شتر مسخره، اینا رو کی مسخر کرده؟ خداوند میگه من اینا رو مسخر کردم. امام زمان؟ امام زمان که خودش الان گوبازی میکنه تو این چاه ها، کسی وجود نداره. و ذللناها لهم، همه اینها رو ما مسخر شما کردیم. فمنها رکوبهم و منها یاکلون، در سوره یاسین. بعضی از اونها رو سوار میشید، بعضی از اونها رو گوشتشون میخورید. و تحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، در سوره النحل آیه 7 میخونیم. اساسیاتونو به شهری نقل میکنه که شما نمیتونید اونو حمل کنید مگه به خیلی خیلی به سختی. و همین اساسیات چطوری به چه قشنگی نقل میکنه، چنان نظامی میشینه که اساسیات و شطور مثلا که اساسیاتونو هم بذاری روش راحت نقل میکنه به شهر هر جا که بخواد. و یخلق ما را تعلمون، خداوند چیزایی رو خلق میکنه که شما هنوز اینا رو نمیدونید. وسایل حملو از اون زمان تا این زمان مقایسه کنید. الان کشتی هایی هست که 1 میلیون تن حمل میکنه. هواپیماهای غول پیکر که 1000 نفر رو خیلی جدیده، 1000 نفر جا داره. هواپیماهی است که برای باربریه. این نیروی را که خداوند در زمین به ودیه نهاده، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. این درخت سبزی را که قرآن ازش در سوره یاسین حرف میزنه، یکی از نظریه های که راجب کشف نفت حرف میزنه میگن که در زمانهایی که کره زمین همش باران بوده، این جنگل های بسیار سبز زیر زمین رفته، بعدها نفت از این ماده ایجاد شده. و یخلق ما را تعلمون، کیه که این به این دانشمندان الهام میکنه که از هوا مثلا از راه پرنده ها هواپیماسازی رو کشف کنن؟ کیه که به زمین اون چرا که برای سوخت هواپیما ها لازمه در زمین به ودیه گذاشته؟ قرآن برای قومی نازل شده که نه در صحرا زندگی میکردن، پیششون اسب بود، قاطر بود، چارگوش بود، شتر بود، لیکن و یخلق ما را تعلمون، این سخن خداونده، خلق میکنه چیزایی که شما نمیدونید. امروز هواپیماهای غول پیکری که 1000 نفر رو با خود حمل میکنه، کشتی هایی که 1 میلیون تن بار حمل میکنه، تریلی هایی که 60 تن بار هم میکنه، همه اینها با همین سوخت حرکت میکنن یا با نیروی هسته‌ای. هواپیمابرها چون بزرگ که قابل تصدیق نیست، 100 هواپیما زیر سطحش در کشتی وجود داره، کشتی هواپیمابر. 7000 انسان داره زندگی میکنه، گویا که شهر کوچکه. اینا با نیروی هسته‌ای حرکت میکنن و شبیه خیاله. یعنی این نیروها رو کی در زمین قرار داده؟ خداوند عزوجل. نفت رو کی در زمین قرار داده؟ خداوند عزوجل. با یک حکمت بسیار بزرگی ملت‌هایی رو که در صنعت پیشرفته اند خیلی نفت ندارن، ملت‌هایی که خوابن نفت پیششونه تا اینکه اینها اونا رو نخورن. و الان ثروت های باطنی اکثرا در خاورمیانه.
این هم از حکمت خداوند که اینها این ثروت ها رو اینجوری توضیح کرده. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما. خداوند آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین و ما بینشون از آن خداونده. و ما تحت ثرا در سوره طه و آنچه زیر خاکه. این اشاره به اینه که زیر خاک ثروت های بسیار بزرگی داره، ما نمیدونیم. و این من شین الا عندنا خزائنو و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینه هاش پیش ماست و ما جز به اندازه معلومی مشخصی نازل نمی کنیم. در بعضی از مجله های علمی هستش که ابرهای دوربر کره زمین خارج از جو کره زمین وجود داره که میتونه در یک روز 60 بار اقیانوس های زمین رو پر کنه. و این من شین الا عندنا خزائن. هیچ چیزی نیست که مگه اینکه خزینه هاش دست ماست. لیکن خداوند قانون گذاری که میکنه این به خاطر ادب کردنه، نه به خاطر عجز. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. اگر خداوند رزق و روزی رو بر مردم بسط میداد، هر چقدر دلشون بخواد، در زمین طغیان میکردن. امروز طغیان روسیه رو ببینی، طغیان امریکا رو ببینی، طغیان ولی فقیه مزدور رو ببینی، همه اینها وقتی قدرت نداشتن اینطوری نبودن. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن به همون اندازه که بخواد نازل میکنه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که این موضوع در جلسه بعد ادامه میدم.